سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدیم با یه نقد و بررسی جدید و میخوایم آهنگ جدید آرتا، کوروش، کچی بیتس و بهزاد لیتو رو بررسی کنیم، ببینیم دیس به کی بود، آیا اصلا دیس بود، چی بود داستانش، با هم بررسی کنیم و یه سری نکات آموزشی هم توش بگیم که به هر حال کمک کنه به کسایی که میخوان این کارو شروع کنن. صحبت دیگه باقی نمیمونه جز اینکه یادتون نره حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه قبلا ساب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید، لایک و شیر و این داستانا هم یادتون نره. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب قبل از شروع بحث و به هر حال نقد و بررسی و این داستان‌ها، یه چند تا نکته میخوام بگم که به هر حال بدونید و کمک کنه که شنونده حرفه‌ای‌تری باشید. اولیش اینه که کار گنگ، حالا به اون اصطلاحی که تو ایران استفاده میکنن، لزوما نباید دیس به کسی باشه و میتونه یک حریف به هر حال ذهنی و فرضی باشه و شما دارین با اون کلکل میکنید و حرف میزنید. پس هر کاری که گنگه و داره درباره یکی حرف میزنه 100% شخص خاصی نیست و میتونه فرضی باشه. این یک نکته. دوم، ما توی رپ جدا از به هر حال محتوا و این داستان ها، مهمترین چیزی که داریم قافیه، البته اگه بخوایم به لفظ درست تر بگیم رایمه. حالا رایم فرقش چیه با قافیه؟ قافیه که توی شعر قدیمی به هر حال و شعرهای ایرانی و غزل و این داستان ها استفاده میشه و همه تون توی مدرسه خوندین، خیلی متفاوت تر میتونه باشه با رایم. قافیه خب معمولا دو تا حروف آخرش با هم یکیه و به هر حال باید مثل هم باشن صامت های کلمه و اینجوری قافیه تشکیل میشه. اما توی رپ و مخصوصا رپ مدرن، قافیه هایی که فقط این شکلی ان، یک رپ آماتور حساب میشه. مثلا فقط شما بگی بالا آقا دارا، همینجور بخوای قافیه بگی بری، یه رپ آماتور ضعیفیه. اما اون چیزی که رایمه و به هر حال رپ رو بروز میکنه جدیده چجوریه؟ ببینید توی رایم فقط مهم نیست که صامت ها مثل هم باشن، بلکه مصوت ها خیلی نقش مهمی رو دارن. چرا؟ چون وقتی شما داری حرف میزنی و قافیه رو میگی و میخونی، بیشتر مصوت ها به چشم میاد و حتی با تلفظ درست میتونی یک قافیه درست کنی، در حالی که میتونن اون شکلی قافیه‌ای که توی به هر حال فارسی هست نباشن. برای همین ما بهشون میگیم رایم، همونجور مثل به هر حال اسمی که داره توی به هر حال بین المللی و زبون اصلی و انگلیسی که هست، رایم هست. پس یک همچین شکلیه و شما میتونید داشته باشید. حالا توی این بررسی، علاوه بر اینکه میخوایم بررسی کنیم آیا دیس بوده یا نه، میخوایم این رایم ها رو بررسی کنیم، یه نمره کلی بدیم و به هر حال شما هم یاد بگیرید چجوری میشه اینا رو بررسی کرد، گوشتون رو قوی تر کنید و بتونید تشخیص بدین چه کاری خوبه چه کاری بده. و گفتم خارج از محتوا، مهمترین چیز تو رپ رایم. آهنگ تم گنگ خیلی باحال داره، یه بیت فوق‌العاده داره که همون جور که کوروش توی یه استوری گفته بود، مثل اینکه اون ملودی اصلی که شما میشنوین صداش صدای آرتایی که با اتوتیون اینجوری شده و به این شکل در اومده، اون به هر حال چیزی بود که کوروش نوشته بود، یه استوری گذاشته بود و به این شکل ما یه بیت خفن داریم. اما کار میکس و مسترش خیلی خوبه، بیتش خیلی خوبه، اما من بیشتر دوست داشتم جاهایی می بود که ما بیتو میشنیدیم و روش وکالی نبود. توی به هر حال آخر آهنگ اینو داریم، ولی دوست داشتم که بیشتر باشه و بیشتر میشنیدیم، مخصوصا بین اون پلی که ایجاد میشه بین کچی بیتس و لیتو، اگه میشنیدیم به نظرم بالتر بود. اما خب چون خیلی زیاد بود تعداد رپرها و 4 تا رپ کن داشتن، احتمالا این نذاشتن این داستانو که مدت زمانی کمتری و طول بکشه آهنگ. اما خب میریم آهنگو بررسی کنیم. تو آهنگ خیلی تیکه ها هست، مخصوصا تو ورس آرتا که خیلی ها میگن دیس جیدال یا اشخاص دیگه است. وایسی رو که خود آرتا گذاشت و شرکت توی تلگرامش گفتش که آقا این کار دیس کسی نیست، اما هر کسی اینو دیس برداشت کرد میتونه دیس برداشت کنه، به ما ربطی نره دیس برداشت کنه، ولی ما منظورمون شخص خاصی نبود. این حرفو زد، اما من فکر میکنم آرتا یکم شیطونی کرده. چرا؟ چون تیکه‌ای میندازه که ذهن رو ببره سمت کسای دیگه. چرا؟ چون مثلا از کلمه 6 سال استفاده میکنه، میگه 6 سال میخونی و همچنین درباره ترپ حرف میزنه و این داستان‌ها، که مغز میبره سمت این که میتونه به هر حال اشخاصی باشن. میایم کارو بررسی کنیم. اگه کارو دقت کنید و خوب گوش بدید، میبینید که مولتی رایمای خفنی رو چیده آرتا و اولین ورس آرتا هست و ما شروع میکنیم با چند تا از قافیه هاش
قافیه هاشو میگم، بعد آهنگو میذارم، شما میتونید گوش کنید و بیشتر نتیجه گیری کنید که کجا چجوریه و گوشتون قوی تر شه. وقتی ما کارو گوش میدیم میبینیم که سه تا فلوی مختلف عوض میکنه آرتا و این خیلی خوبه، دمش گرم. توی 45 ثانیه‌ای که تقریبا میخونه سه تا فلوی مختلف عوض میکنه و کلی رایم خفن داره. و خب از اینجا شروع میشه که یه تیکه میندازه، بعد میگه که مافیا دادا بانده یموش کون میام بالا اینگا ساشا لایه زدیم ما تو برخونه چار تا ماینر میگن آرتا گایده کس خاره با سرایم. موزیک ایران مافیا دادا بانده یموش میام بالا اینگا ساشا لایوه. و بعدم میره میرسیم به این که چار تا ماینر و با سرایمه. بررسی کنیم ببینید دا دا بانده سا شا لای و و میبینید بعدش میره چار تا مای نر باز تا رایمه اینجوری. و این قافیه بازی که شما میبینید این مولتی رایمه و میبینید که چند تا سیلاب مختلف داره و این فرق رپ به حال مدرن تر و رپ غیر آماتور میدونید و این قشنگیش. بعد میای میرسیم به آخرش نمیمونی بالا کوس میگی ترپ نمیدونی چیه جفت میدی رپ نمیخونی زاخا میگی ترپ نمیدونی چیه. بعد میرسه رو برحال مصرعه بعدی میگه جف میدی رپ نمیخونی. ببینید خوب دقت کنید، میگی میدی ترپ رپ نمیدونی و نمیخونی در وسط برحال مصرعش قرار گرفته و میبینید که چجوری سه تا قافیه مختلف بغل هم گذاشته و یک رایمی رو تشکیل داده. میگی ترپ نمیدونی میدی رپ نمیخونی، این شکلی. و خب اینه این داستان. میریم، من نمیخوام همه برحال اینا رو بررسی کنم چون وقت نیست، اون به نظرم اونایی که خفن‌تر بودن رو بررسی میکنم. شما میتونید آهنگو گوش کنید و خودتون ذهنتون رو قوی‌تر کنید، تمرین کنید که گوشتون قوی‌تر شه برای پیدا کردن رایم. من دیگه امضا میگیرم رو چک این فنچا چی میگن تو جنگ فاز گنگ ولی فرق. به ورس خشایار بعد از کورس که خب خشایارم با یه استایل تقریبا این چند وقته پیدا کرده یکم اون رو ارتقا داده و میبینیم که چقدر خفن اینجا رایماشو چیده و چه نوآوری داشته. میگه اگه خوب دقت کنیم، من اینجا باید کاغذمو بیارم بالا چون خب میگم حفظ نیستم. میگه از اول که شروع میشه میرسیم به اینجا که امضا میگیرم رو چک این فنچا چی میگن جوجه این. الان جوجه جوجه اینه با رو چک در حالت عادی قافیه نیست و ما نمیتونیم اینو تو شعر فارس قافیه حساب کنیم. اما چجوری میشه رو، ببینید اینجا رو چک جو رو جو رو چک جو جیم و اینجا با اون لحنی که میگه با اون دیلیوری که داره اینو یک رایم خوشگل میکنه و آدم لذت میبره ازش. ما به ورس لیتو، خب لیتو یک فلو خیلی روون و آروم و ساده ای داره ولی خب مایمایی که میگه خیلی خفن و باحاله. مثلا میگه که بزی میخواد کش بزی اومده کش پارو کنه چند تا رو کنه میری تش دور خونه هشت تا رومونه فاز گنگ برداشتن شانس برگشت داشتن. خب اینجا بیان بررسی کنیم، میگه بزی اومده که کش پارو کنه چند تا رو کنه میری تش دارو خونه. میبینید این فرق رپ آماتور و رپی که حرفه‌ای تر، چون خیلی ها مثلا براشون سواله که آقا چرا به ازادو میگن رپش خوبه، چرا فلانی انقدر زود میاد بالا. ببینید برای اینکه رپی که میکنن رپ دموده و آماتوری نیست و شما اگه میخواین پیشرفت کنید به اینا گوش کنید و سعی کنین گوشتون رو حرفه‌ای کنید و این قافیه ها رو درارین. این چند تا قافیه ای بود، بهتر بگیم رایم، البته رایمی بود که استفاده کرده بود بهزاد لیتو و خیلی باحال بود. چند تا دیگه هم داره، اونا رو برای خودتون گوش کنید در بیارید. اما میرسیم به ورس کوروش
که خیلی جالب و باحال بود. توی دو بیت اولش چیزی که ما میشنویم داره یه سری واژه آرایی میکنه با مصوت او و صامت که خیلی خفن شده. شما اگه اینو گوش کنید اون دو بیت اولش، الان بعد اینکه توضیح دادم میذارم، داره اینا رو میگه. اصلا خیلی کلمه‌بازی باحال شده با که و او که داره میگه، خیلی جذاب و جالبه. میریم یتکر گوش بدیم، میایم. خب دیدیم که چجوری کوروش اینا رو کنار هم چیده بود و خیلی خفن و نوآورانه بود، دمش گرم. و یه چیز جالب دیگه که داشت، ما باز رو بیت آخرش که میرسیم، میگه کوروش یا کوری باز تهران رو لوپ دادا اید، و بعدش میگه از در میافتن زود کالاماری، لوپ دادا اید زود کالاماری، که یه رای میره ایجاد داده. فقط اینجا برام یه سوالی پیش میاد، مگه آهنگ حالا نمیدونم همین جوری گفته برای قافیه، یا اینکه آهنگ به هر حال لوپ بوده تو سمپل پکی برداشتن، در صورتی که قبلا گفته بودن به هر حال صدای آرتا هست. من اینجا گیج شدم و نمیدونم. البته که خوش شایدم منظورش این باشه، به هر حال شما اول یه ملودی رو میزنی، یه سری به هر حال درام لاین رو میندازی، بعد این لوپ میشه. شایدم منظورش این بوده، نمیدونم، اینجا یکم مغز منو درگیر کرد ذهنمو. اما در کل یه کار خیلی باحالی بود با یه بیت خفن و عالی، و به هر حال ورسا که هر چهار تا ورس رو گوش میدیم خیلی توش رایما باحالن، پر از نوآوریان و رپ مدرنن. یه چیز جالب دیگه هم هست، اینه که توی ورسای آرتا، خشایار یا همون کشی بیتس و کوروش، ما سه تا تیکه میبینیم که به اتفاقات اخیری که وایرال شدن توی به هر حال فضای مجازی و اینستاگرام به هر حال اشاره داره. مثل اون بالا که میگه انگار ساشا لایو که اشاره میکنه آرتا، میایم تو ورس کشی بیتس که میگه معتادا نمیگیرن، اشاره به این کلیپ معروف معتادا نمیگیرن. بعد در آخر هم میرسیم به تیکه‌ای که کوروش میندازه و میگه که با همه بالا نمیریم آقا میری، و اشاره میکنه به آقا میری که میاد و به هر حال با همه لایو میذاره. اینم نکته جالب آهنگ بود که حالا نمیدونم برای چی قرار گرفته، اما خب باحاله که این به هر حال همبستگی توی سه تا ورسا هست. در کل خیلی آهنگ خوبی بود، من به شخص خودم اگه بخوام بهش نمره بدم، دیلیوری که خوبه، فلو همه خوبه، و مخصوصا آرتا که دمش گرم، فیوریت ورس من یا از نظر من بهترین ورس آهنگم ورس آرتایی که سه تا فلو عوض میکنه، و قافیه بازیش هم که دمش گرم، یا رایم بازیش هم که دمش گرم، و همه چی آهنگ خیلی خوبه، رو به بالاه. و اگه بخوایم توی سطح آهنگای جنگ رده بندیش کنیم و نمره بدیم، به نظر من نمره 7.5 میتونه خیلی خوب باشه براش. اونم گفتم به علت اینکه دوست داشتم بعضی جاها بشنوم بیت و خالیشو، اما در کل خیلی خوب بود، خیلی خفن بود، خیلی حال کردم، دمشون گرم. حتما این نکاتی که من گفتم و شما مد نظر داشته باشین، برین تکسو گوش کنین که بعدا گوشتون قوی تر شه، رو آهنگای دیگه بتونین تشخیص بدین که کدوم رپ مدرنو به درد بخوره، کدوم آماتوره و به حال به درد نمیخوره. این از این حرفی که ما بود داشتیم، دم همشون گرم. این آهنگ فعلا که خیلی هیته و بازدید بالایی رو داشته تو همه پلتفرما. حالا باید ببینیم مدت زمانی که میگذری چجوری میشه، من ولی تا اینجا خودم فکر میکنم که میتونه هیت ترین آهنگشون باشه تا اینجا. من که خودم خیلی دوست داشتم چون هیچ ضعفی نداشت، و به هر حال کسایی هستن که الان خیلی رو بورسن، دمشون گرم. یه خسته نباشید میگم به همشون، امیدوارم که شما هم از این خوشتون اومده باشه. خواستم هم یه نقد به هر حال اجمالی و یه کوچولو تکنیکی بکنم که به هر حال رایما رو بهتون یاد بدم که رایم چیه، و اینو شما با گوشتون بیشتر آشنا بشه و بتونید به هر حال استفاده کنید. امیدوارم که لذت برده باشید، نظراتتون رو بنویسید. نقدای این شکلی که به هر حال کمک میکنه به آرتیستا و شنونده ها رو دوست دارین یا نه، نقدای اجمالی تر رو دوست دارید، حتما کامنتتون رو بذارید، نظرتون رو بگید. اینستاگرام اونم فالو کنید، تلگرام هم برید، اونجا یه سری به هر حال آهنگای جدید و اینا رو از پیج خود آرتیستا میذاریم که به هر حال پیج اونا معرفی بشه، و به هر حال کارهای دیگه هم میکنیم، حتما سر بزنید. فردا هم اون لایوی که قولش رو بهتون داده بودیم اگر مشکلی پیش نیاد برقراره، پس حتما برید اینستاگرامون رو ببینید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم همیشه حالتون خوب، توپ عالی و نایس و پر انرژی باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.